می ستایم آن سود رسانترین ایزد را با سروده های دلنگیز و در انتظار پاداش های اهورایی او هستیم. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، در رابطه با سنگ هرم، در این رابطه موارد بسیاری رو خدمتتون عرض کردم، اما یه سری موارد بسیار کلیدی و کلیدی هست که خدمتتون عرض میکنم به صورت بسیار کوتاه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. همونطور که میدونید سنگ های هرمی دوستان گرامی طوری بوده که شاهان و کاتب ها و مخ ها یا روحانیون اون سنگ ها رو مقدس میدونستن و معمولا توسط درباریان این سنگ های هرمی ساخته شده. وقتی صحبت از سنگ هرمی هست دوستان گرامی توجه بفرمایید که این سنگ هرمی قابل حمل نیست، یعنی بزرگ هست و غیر قابل حمل و در زمین هست، در دل زمین هست، به نوعی که نمیشه اون رو تکونش داد. معمولا سنگ هرم دوستان گرامی به عنوان شاخصه مذهبی به کار میره، به عنوان شاخصه قبرستان هست، به عنوان شاخصه قبرهای بسیار مهم و به عنوان علم کواکب و ستاره شناسی و انجم و حتی میتونه شاخصه راه شاهی باشه و میتونه شاخصه بارگذاری و دفینه باشه. اما کدوم یکی از سنگ‌های هرمی برای ما شاخصه بارگذاری و دفینه است؟ قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم حتما به این موضوع توجه بفرمایید که اگر شما یک سنگ هرمی رو دارید بایستی اون سنگ هرمی تک باشه. در مجاورت منبع آبی مثل چشمه، رودخانه و یا یک چاه، یک منبع آبی بایستی باشه. خدمتون عرض بشه که حتما بایستی تک باشه. اما دوستان گرامی، شاخصه مهم سنگ هرمی ابعاد اون هست. هر چقدر ابعاد سنگ هرمی ما بزرگتر باشه به همون نسبت بارگذاری دفینه در اون مکان بیشتر هست. پس مهمترین اصل در سنگ‌های هرمی وجود منبع آبی، اینکه اون سنگ تک باشه، در شیب باشه و خدمتتون عرض بشه که اون سنگ هرمی بزرگتر باشه. هر چقدر بزرگتر باشه به همون نسبت سنگ هرمی ما میتونه ارزشمندتر باشه. ممنونم از همه شما. لایک و سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین یادتون نره. مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، خالق کائنات، نگاهبان شما خوبان.